به بینندگان عزیز و با سپاس فراوان از رادیو و تلویزیون کبیر در ایالت آریزونا که این فرصت رو برای من فراهم کردن با شما گفتارهایی در مورد گلها و گیاهان در شعر قدیم فارسی داشته باشیم. در جلسات مختلف راجع به گلها، درختان مختلف صحبت میکنیم. مجموعه اینها در کتابی فراهم آمده زیر عنوان گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی که حدود 8-9 سال قبل چاپ اولش و بعد از یکی دو سال چاپ دومش منتشر شد. در این سری از گفتارها جا به جا از سوسن، لاله، بنفشه، سنبل، گل سرخ صحبت میکنیم. گفتار امروز رو میگذاریم روی گل و گیاه، یا به طور مشخص در آغاز با سوسن شروع میکنیم. سوسن در اشعار عرفانی، اشعار عرفانی اشعاری هستند که قصد شاعر یا معشوق شاعر یا اشاراتش به غیر از این جهان هست و جنبه الهی داره بیشتر. در مورد سوسن شاید در یکی از برنامه ها گفته باشم یا نه، تکرارش بد نیست که گلبرگ های سپید سوسن شبیه زبان هست، به زبان تشبیه کردن. از سوسن به عنوان سوسن 10 زبان و 100 زبان نام بردن. شاید قبلا گفته باشم که مولوی 15 بیت شعر با سوسن 100 زبان داره، انوری 1000 زبان داره و حافظ هم که اشعار بسیار با سوسن داره. مشخصه سوسن که در اشعار عرفانی مورد استفاده قرار میگیره این هست که سوسن زباندار و زبان آور ادب فارسی است، ولی خب چون به واقع گل هست و صحبت نمی کنه، سخنی نمی گوید، در واقع زبانداری هست که خاموش هست و اسرار رو برملا نمی کنه، فقط میشنوه، در دل نگه می داره و به همین دلیل از اون به عنوان سوسن آزاده که این آزادگی رو داره که میداند و نمیگوید نام میبرن. اصلا خدمتون که خب در این اسلاید خودتون در این فرصت خواندید که سوسن چگونه گلی هست. در اسلاید بعدی در این تصویر اشاره به این داره که سوسن 10 زبانه ولی خاموش و راز داره. عطار عارف بزرگ میگوید چون سوسن 10 زبان در این سر میدار زبان و بی سخن باش. این از مشخصات عرفا بوده که اسرار رو اگر هم میدانستن برملا نمی کردند. در بیت بعدی این هست، این بیتی هست از دفتر سوم مثنوی که میگوید گوش آن کس نوشد اسرار جلال کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال. ملاحظه میکنین دیگه اینجا صحبت از این که در همه فرهنگ ها نوشتن سوسن 5 گلبرگ داره، 5 کاسبرگ داره و نمیدونم 10 زبان هست، اینجا میگوید سوسن 100 زبان، دیگه صحبت از 10 تا نیست. و ضمناً هم در همین تصویر و تصویرهای دیگه ملاحظه میکنین که سوسن 6 گلبرگ داره که از نظر ما یا شناسا در واقع 3 تا کاسبرگ 3 تا گلبرگ. در سیر تکاملی که داشتن اون 3 تا کاسبرگ شبیه به 3 تا گلبرگ شدن، امروز میگیم 6 تا گلبرگ داره. درصد به عدد 5 و 10 و اینها هیچ ارتباطی نداره و این فقط عدد کسرت یا قید کسرت هست که شاعران به کار میبرن. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، نوشد یعنی میشنود، شنیده میشه، میشنوه، از شنیدن میاد، نیوشیدن. در حالی که خب بزرگترین مولوی شناس یا مثنوی شناس قرن ما شاید بتوانیم بگیم رینولدز نیکلسون این بیت رو خب انتظارم نمیشه داشت، به جنبه ایراد هم البته نداره. این نوشد رو به معنای نوشیدن در ترجمهش میگه he who drinks، نمیگه listens. گوش آن کس نوشد اسرار جلال کوش و سوسن
صد زبان افتاد و لال. میگه شرط این که بخوای اسرار الهی رو بفهمی باید دم بر نیاری و هیچ چیز نگی، فقط شنونده باش. در این تصویر بعدی که این هم باز عرفانیست، میگوید البته خطابش به خداوند، بیت مخاطب الهی داره، بلبلان چمن عشق تو همچون سوسن همه تن جمله زبانند ولی خاموشند. همه تن یعنی سراپای وجودشون زبانه، چون این سوسن جز شیشتا گلبرگ که در واقع وجودش تشکیل میده چیز دیگه نیست. پس برای سراپا زبان هستن، یعنی مثل سوسن که شیشتا گلبرگ داره و جز اون شیش گلبرگ هم دیگه چیزی نیست دیگه، تمام گل همین شیش گلبرگ هستش. همه تن جمله زبانند ولی خاموشند، که در دیزش این توضیح داده شده، معنی بیت اینه که همه در دل تسبیح گوی تو هستند. بیت دیگری هست از حافظ، باز با همین جنبه عرفانی، میگوید عارفی کو که کند فهم زبان سوسن. این رو ادبا دو جور خوندن این شعر رو، بعضیا میگن عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، بعضی ها هم میخونن عارفی کو که کند فهم زبان سوسن. در ده حال معنیش یکی هستش، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. در واقع حافظ داره این آمدن و رفتن، آن چیزی که در واقع کسی ازش سری در نمیاره و همیشه مورد سوال بوده که از کجا آمدیم به کجا میریم، رو در این بیت از زبان سوسن میگه. من این رو زیرش نوشتم که کجاست آن دلاغاهی که از پژمردن و باز شکفتن سوسن به راز آفرینش و تجدید حیات پی ببرد. و باز بیت دیگری هست که این بیت سر زبان خیلی ها هست که آن دست آن زبان که در اون نیست نفع خلق، جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست. که شاید این بعضی از ابیات ممکنه در گفتاری به گفتار دیگر هم تکرار بشن که من ذره‌ای در این موضوع نمی‌بینم. این بیت رو هم در دیوان سنایی هست، هم در اشعار مولانا آمده. من هر دو نام رو نوشتم، ولی اگر بخوایم به تقدم نگاه کنیم، خب سنایی قبل از مولوی بوده. این چند بیتی بودش که از سوسن، که با دید عرفانی از چند شاعر برای شما آوردیم در اینجا.